سلام علیکم امام جواد. سلام علیکم امام جواد. بفرمایید. یالا خوبین امام محمد جواد؟ خیلی خوش آمدید. ببخشید که مزاحم شما شدیم. فکر کردیم مطب دکتر واعظی خیلی امن نباشه، برای همین مزاحم شما شدیم. ما رو ببخشید. چه فکر درست و منطقی، خواهش میکنم. اینجا متعلق به خود شماست. سلامت باشید. سلام خوش آمدی. بفرمایید. سلام علیکم هاش خانم، ببخشید مزاحم شدیم. این حرفا چیه؟ اتفاقا قبل از تماس شما آقا محمد جواد به من گفت بریم بیرون خرید. بفرمایید تو چای حاضره. بفرمایید. ما اگه اجازه بدین روی همین تخت راحت ترین با اکبر آقا بشینیم. بله بفرمایید. اینجا خوب نیست. بفرمایید داخل راحت تر هستیم. همینجا خوب آقا محمد جواد، تعارف نداریم. شما بفرمایید. بفرمایید. یالا راحت باشین، منزل خودتونه. محمد جواد، من نمیخوام تو کار شما دخالت کنم، ولی مگه شما تو جمعشون نامحرمی؟ نه زهرا جون، موضوع بعضی از جلسات به من مرتبط نمیشه. حوزه کاری و مسئولیت هر کدوم از ما مشخصه. خواستم ببینم امکانش هست منو به هم قطارهای سابق پدرت خارج وصل کنی. خطر و درد سرش خیلی بیشتر از اون چیزیه که تو شنیدی. ولی من مطمئنم که سرویس های اطلاعات آمریکا، انگلیس و فرانسه اینو رو ابزار خودشون دارن. آقا سری و سیف فرستادمش دنیا. اما اصرار بنده با آقای باهنر به خاطر تحصیلات آکادمیک و حوزویه ایشون. ما همینجوری هم حریف زبان شما روحانیون نمیشه. بهترین انتقام برای این جماعت اینه که نسل جدید رو بیدار کنیم. روزای خوبی در راهه. وقتی قرار علوم دینی و اسلامی آموزش داده بشه، از قرآن و قصص انبیا نگیم، از چی بگیم؟ هر جا دکتر باهنر بوده اینم بوده. اگه این آدم زنده باشه الان 40 سال از این عکس پیرتره. خبر رسیده جاسوس احمق. فقط بیارش، زنده میخوامش. آنان این که به ظاهر دنیا اعتقاد پیدا کردن و از باطن و ماورا غافل شدند و در بیخبری به سر میبرند. Buyurun, hoş geldiniz. Müdür nerede? Bir sıkıntı mı vardı acaba? Müdür çağır, çabuk. Buyurun, beraber gidelim. Beyefendi sizinle görüşmek istiyormuş. Buyurun, hoş geldiniz. Buyurun, oturun. Buyurun, var mı bir emriniz? Erkan nerede? Sen hırsız mısın? Hırsız babandı. Erkan nerede? Bir sıkıntı mı var? Erkan gelmesi sıkıntı olacak. Çağır gelsin, çabuk. Alo, müdürüm merhabalar. Bir şey mi oldu? Baş üstüne. Tamam. Tamam. İyi akşamlar. Bize diplomatı kaybettik. Ne oldu? Müdür bey hemen kafeye gel dedi. Aynı hikaye. Bunlar da saldırıyor öpüşler. Aferin. Aferin hoşanlar. Barışerle. Haber bede. O da kız.
سلام، چطوری؟ خوبی؟ سلام، مرسی، تو خوبی؟ خوبم، مرسی. عکسایی که برات فرستادم به درد فتوشاپ میخوره که بهشون نشون بدم؟ بفرست برام. جوری برات درستش کنم خودت هم باورت بشه که دختر خسرو بودی. خیلی خوبه، فقط یه ذره سریع‌تر باشه خیلی بهتره. با کسی قرار داشتی؟ نه. شاید ارکانه. ممکنه کلید داره. برو باز کن ببین کیه. فقط مراقب باش. حواسم هست. یه لحظه در با کنم ببینم کیه. کیمو؟ 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 Çık dışarıya. Çık dışarıya. Tam da neden abi? Bu adam kim? Hangi adam? Belinde silah var Erkan, seni soruyor. Silah. Çık dışarıya Erkan. Bir daha seni burada görmek istemiyorum. Defol. Bir daha bununla muhatap olmuyorsunuz artık. Tamam mı? İyi de neden yani? Çık Erkan. Tam da neden? Çık Erkan. Sonra konuşuruz. Hayır, ben ne yaptım onu diyorum. Erkan ben. Çık sonra konuşuruz lütfen. برو کنار دیگه. الو، من تو راه خودتو برسون.
سلام. تو ماشین برده بر تو اتاق ببندش. چشم. انجام شد. بی درد سر. شما دارین نهار عزیزم. خیلی خوش اومدین، دلمون تنگ شده بود. بفرمایید. ممنونم دخترم. ممنون. بفرمایید. رضا کی میاد؟ بابا همیشه دیر میاد خونه. مهتاب بابا جون، کار رضا خیلی زیاد شده، یه کمی سر شلوغه، ولی دیگه الان باید پیدا شه. شده مثل خودت آقا. ای مادر، پیر شدم تو این زندگی، نفهمیدم نیازی کی میره کی میاد. خانم میرفتم کار میکردم، پی خوشگذرونی که نمیرفتم. من که نگفتم کار نمیکردی، مشکل اینجاست انقدر کار میکردی که یادت میرفت زن و بچه ایم داری. من برم یه زنگ به رضا بزنم ببینم کی میاد. عکس منم میکشی اینجا مهتاب جان؟ اینجا بکشم یا اینجا؟ همینجا کنار خودت. بله، آقا رضا هم تشریف آوردن. درست؟ ببخشید. ببین دخترم، اون وقت تو همه جا حرف از ایشون بود، مگه مردم حرف دیگه هم داشتن؟ تو یه روز مجلش ده دست میچرخید، میخوندیم سری میدادیم به یکی دیگه. بله همون موقع مجلش کولاک کرده بود واقعا. مجلش انقدر سر و صدا کرد که دو سه تا شماره بیشتر ازش نذاشتن بیرون بیاد. منم امروز تو کتابخونه دانشگاه داشتم کتابایی که دکتر باهنر تعریف می‌کرد رو می‌خوندم. جدی؟ چرا به من نگفتی؟ پسرم تو اصلا خونه هستی که این طفلی چیزی بهت بگه؟ مامان جون من اینقدر شلوغم این روزا، به خدا خیلی گرفتارم. اتفاقا از بعضی صفحاش می‌خواستم عکس بگیرم، ولی انقدر محو خود کتاب شدم که پایان نامم یادم رفت، چه برسه به اینکه عکس بگیرم. دکتر خیلی باهوش بوده، همون موقع تو کتاباش چیزایی نوشته بوده که بعدها صداش در اومد. بابا شما چقدر دکتر رو میشناختین؟ یعنی منظورم اینه که از نزدیک دیده بودینشون؟ بله یکی دو بار. از نزدیک که نه، فقط تو مسجد. خیلی دوست داشتم از نزدیک باشون آشنا بشم، ولی انقدر موقعیتشون حساس بود
که نمیشد. خیلی جالبه، منم که زندگی نامشون رو خوندم انگار یه روز در میون ایشون یا مسجد بودن یا ساواک داشتن بازجویی پس میدادن. همین دیگه، الان منبع اینجاست. آقا جون من اون موقع هم نفوذ خیلی زیاد شده بوده. آقا جون پایان‌نامه لیلا هم در همین ارتباطه، اگه میشه یه کمک بهش بکنید. البته چرا که نه، ولی زیاد نمیدونم ها. فقط میتونم از شرایط و حال هوای اون زمان برات تعریف کنم. نه همونم خیلی عالیه، خیلی میتونه کمکم کنه. آسیاب به نوبت. بله آقا. خوب گوش کن ببین چی میگم، اهمیت موضوع خیلی خیلی بالاست، متوجهی؟ بله آقا. بله. بلای سرش بیارید که دیگه از این غلط ها نکنه، فهمیدید؟ چشم، حتما آقا، حتما. عکس و فیلمش هم بگیرید برای من بفرستید. اوکی؟ Buyurun efendim. Anahtar. Buyurun efendim. Silah aldım. Evet aldım. Torpido da. Beyefendi. Evet. Kusura bakmayın. Üzerimde hesap edebilirsiniz. Onun için düşünürüm. الان میرسه، حواست باشه گربه از اینجا رد شد به من خبر بده. چشم آقا. اینجا اومدنت کار منه، میخوام یه مقدمه اون چیزی که انتظارتو میکشه بهت بگم. راستی اسم اون یارو چی بود؟ رفتی کافه دیدنش؟ میلنگیت. حالا بلش کن اسمش مهم نیست، اونم تا با روال کار من آشنا شد کلکش کنده شد، ولی تو فرصت داری انتخاب کنی چجوری بمیری. خلاصه مرگت قطعیه، ولی مرگ هم خوب داره هم بد. مرگ بد طوری تیکه تیکت کنم که اگه بخوان شناساییت کنم مثل پازل بچینند کنار هم بفهمن حیوان بودی آدم، یا یعنی که تیکهاتو بنازم جلوی سگ بخوره کلا محو بشه. و مرگ خوبم اینه که تو یه لحظه گردنتو خرد کنه. به هر حال میمیری، انتخاب با خودته، تصمیم تو بگیر.
نرسیده عکسو بفرستی ها؟ یارو شیفتم برای گلدم یا بکن بینم چی میگه؟ سیز زاتن مجاهد ارمانلارده بابامون اولدردونوز ben niye buraya geldim? Beni öldüreceksiniz. Kafeşi zerine sen! Hatta midunem ki türü ferestadı. Çi fers geldim oru ha? Mobile. Nasıl bana? Password. Nasıl değil? Oh. 731 160 kaç yavrum? Ya. سر تا پاش دروغه، جاسوسه، دنبال یک کسیه به نام شریف. گزارش میدم شناسایی شد میره سر وقتش. دختره رو چی بکنه؟ نمیدونی چی کارش کنی؟ من که خوب میدونم، تو باید بهم میگی. بعد از کشتنش هم عکس میگیری. آه این شده است، این کار منه. چشم. پسر خوبی؟ خوبم مرسی آقا. کارا خوب پیش میره؟ مگه میشه خوب پیش نره؟ حواستون رو جمع کنیم. برو تو به رحمتم بگو جنازه باید قابل شناسایی باشه. آقا درد سر نشه واسم. حتما یه نقشه ای دارم براش، فقط ردی از خودتون باقی نمیذاریم. چشم. چرا وایستادی؟ برو. سلام آقا، خودشه. از کجا اینقدر مطمئنی؟ از اطلاعات داخل گوشیش، هر چی می‌خواستیم بفهمیم اونجا هست. اون نفری که دنبالش بود مشخص شد کیه؟ بله آقا، از چتایی که با رضا نیازی داشته مشخص شد این همون شاهدیه که برای دادگاه میخوان. اسم عکسش واسم بفرست. حالا میفرستم. منتظرم. خداحافظ. خداحافظ قربان. Il a 67 ans. Il a quitté notre groupe il y a quelques temps. Maintenant, alors son adresse est toujours en Turquie. Alors il faut lui attraper pour amener chez moi. J'attends assez rapidement votre réponse. OK? D'accord? Je vous donne un dessin pour jamais oublier cette histoire. Attendez, vous allez voir tout ça. وقتی درخواست ملاقاتم توی اشرف رد شد همه چیز برام روشن شد، اما نمیخواستم باور بکنم چون وحشتناک بود. همسرم هم هنوز مرگ شهروز رو باور نکرده بود، منم نمیتونستم واقعیت رو بهش بگم چون خودم هم توی برزخ بودم. نباید به روی خودمون میآوردیم. چندین بار هم از بس که پیگیر بچه‌هامون شدیم قول دیدنشون رو بهمون دادن و از کشوری به کشور دیگه
و هر دفعه به جاهای دیدنی ما رو میبردن، آخرش هم دست از پا دراستر برمیگشتیم. اونم علت داشت. بزرگترین علتش این بود سازمان بزرگترین ضربه رو طی عملیات فروغ جاویدان یا همون مرصاد دیده بود. تعداد زیادی از نیروهاشون کشته شده بودن و سازمان شروع به جذب نیروهای جدید کرده بود با هر تاکتیک و هر حرف و هر سخنی. جانم رضا، تو هنوز دفتری؟ چیکار میکنی؟ آره دارم یه سری مستندات رو درباره مسجد جلیلی بررسی میکنم، برام خیلی جالبه. حالا دیدمت میگم. تا کی دفتری؟ هستم فعلا. باشه، موردی بود بگو، خواستی بری یه خبری بده. باشه حتما، خداحافظ. نظر آقای مهدوی کنی چیه؟ ایشون منتظر اعلامیه آقا برسه بعد نظرشون بگه. نظر آقا رو لام که مشخصه، شاه اصلاح پذیر نیست و باید بره. مردم باید هزینه سنگینی پرداخت کنه، شاه به این راحتی دست از تاج و تخت نمیکشه. همه امید ما به همین نسل جدیده، این بچه محصلایی که پشت میز و نیمکت میشن. اگر انقلابی و جهادی عمل بکنن کار نیمه ما هم کامل میشه. خب این امر دست آقا محمد جواد رو میبوسه. انشالله. توکل به خدا. انشالله. سلام جناب رجایی. علیکم السلام آقا نادر. به به، چطوری؟ خوبم ممنون. تشریف نمیارین برای نماز؟ فکر کنم یه خورده دیر اومدی. نیم ساعت نماز جماعت تموم شده. میدونم، ولی منتظر بودم که با هم بریم. چرا؟ به نظر من امام جماعت باید عادل باشه. ما به هر کسی اقتدا نمی‌کنیم. ببخشید، اون وقت شما چجوری احراز عدالت کردید؟ احراز عدالت با حسن ظاهر کفایت میکنه. نه، ولی شرط عدالت پیچیده تر از این حرف هست. جالب شد، میشه برای ما توضیح بدی؟ فرهاد! ببخشید، من صدا میکنن، با اجازت. آقا محمد علی، ایشون کی بود؟ از بچه های سازمان مجاهدین خلقه. با این افراد نباید زیاد معاشرت کنید، خیلی تون رو هم. تون رویشون رو قبول دارم، ولی در هدف با ما مشترکم. در هدفی که سرنگونی حکومت شاهه با ما مشترکه، اما در چیز دیگه با ما وجه مشترکی نداره. من هم موافقم، خصوصا که جدیدن با تون رویهاشون خونریزی های زیادی کردن. به هر حال شیوه اونها مورد تایید آقا نیست. فراموش نکنیم اونها پیرو به مکتبی هستن که معتقدن هدف وسیله رو توجیه میکنن. کلام آقا هم که فصل الخطابه و ما هم تاب. میگم خدا رو شکر با حضور آقای مهدوی کنی مسجد جلیلی تبدیل به یک پایگاه خیلی مهم شد. البته با حضور آقا محمد جواد. شما بنده لطف داری آقا محمد. فهمید که ساواک برای دستگیری ما اومده، برای همین ما رو فرستاد و خودش مون. خب این عرفتی نیست ما اومدیم بیرون؟ اتفاقا کار عاقلانه ایه، یه نفر دستگیر بشه بهتر از همه است. اکبر آقا،
اگه دستگیر نشده باشه چی؟ میگم اگه میشه زن منتظر بمونیم، شاید اومد. توکل به خدا، همینجا منتظر میمونم. اما خب آقا محمد جواد ممکنه که کل منطقه رو تحت نظر داشته باشن. کمی بیشتر منتظر میموندیم. صلاح نبود، ممکن بود به همون شک کنن آقا محمد علی به خطر بیفته. بله حق با شماست. حالا کجا بریم؟ من شما رو میرسونم منزل. خب شما بیای منزل ما، اونجا منتظر میشیم تا یه خبری بشه. دیر وقت دیگه مزاحم اهل بیت نمیشم. مزاحم چی آجا؟ شما مراهمی؟ با امید خدا مشکلی که پیش نیامده باشه با آقا محمد علی هم بعد از رفع خطر بیاد خونه ما انشالله. فقط باید قبلش چند جا سر بزنیم و خبر بگیریم. باشه. یعنی کسی رو میشنسیم؟ چند نفری تو ذهنم هست، حالا بریم. با کسی تماس بگیریم؟ با چند تا از رابطه‌ها تماس بگیرم ببینم خبری دارن یا نه. پس من تو ماشین منتظر میمونم. آقا محمد جواد سکه داری؟ بله بله کافیه. بله شد. تونستی خبری بگیری؟ با چند تا از آقایون تماس گرفتم. بعضی ها خبر نداشتن، اما یکی از آقایون متاسفانه احتمال میداد که آقا محمد علی رو دستگیر کرده باشن. حالا باید چیکار کنیم اکبر آقا؟ خب من فکر کنم بهتر منزل شما باشیم تا یه تصمیم درست بگیریم. یعنی الان دیگه تماس نگیریم به کسی؟ به نظرم بذاریم یک دو سه ساعت بگذره بهتره. خوش اومدی. یا الله. بفرم. شرمنده مزاحم شما شدم. شما مراهمی. خواهش میکنم. آقا محمد جواد. نمیخواییم به من بگین چی شده؟ گفتم که. چیزی نیست. شما نگران نباشید. از وقتی اومدین هرچی من پرسیدم شما میگین چیزی نیست. حاج آقا لااقل شما بگین چی شده؟
احتمال میدیم که آقای محمدعلی رجایی دستگیر شده باشن. ای داده بیداد، شما به نظر زهرا خانم حالتون خوش نیست ها؟ چی بگم؟ از حرف و حدیث مردم خسته شدم. چه حرف و حدیثی؟ اسم نمیارم، ولی بعضی از این خانمهای مبارزی میگن آقای باهنر سکوت کردن. خب؟ نمیخوام بازگو کنم، حرفای خوبی نمیزنم. لابد میگن داره با حکومت همکاری میکنه، ترسیده، جا زده، بریده. آره؟ من اصلا از این وضعیت حالم خوش نیستا. خواهر بزرگوار، به حرف مردم توجه نکنید. برای ما که مقلد آقای خمینی هستیم، حرف ایشون معیاره. و من مطمئنم از کارهای آقا محمد جواد با خبرن و مورد تاییدشونه. در واقع کاری که همسر شما میکنه از صد تا مبارزه مسلحانه و شلوغکاریایی که مخالفان حکومت میکنن مهمتره. چون دارن روی نسل کار میکنن، نسلی که قرار این انقلاب رو به پیروزی برسونه. من که به کار شوهرم ایمان دارم، ولی از حرف مردم خستم. تو راه مبارزه سختی ها و مشکلات زیادی پیش میاد زهر خانم. یکیش همین حرف ها و شایعات. ما که نباید کم بیاریم، ما باید کار خودمونو بکنیم. بله، حق با شماست. حالا میشه بی زحمت اون رادیو رو بیاری ببینیم بی بی سی اعلامیه جدید آقا رو پخش میکنه یا نه؟ حتما. دست شما در فرق. بفرمایید. انقدر پارازیت میندازن چیزی شنیده نمیشه. یعنی هر کاری میکنن صدای ایشون به گوش مردم نرسه. دست شما در فرق. تلاش مذبوحانه میکنه. من مطمئنم تا الان همه مردم اعلامیه جدید آقا رو خوندن. از کجا من مطمئنه؟ تا وقتی مبارز کاربلد و کارکشته‌ای مثل آقای رجایی هست، حکومت نمیتونه با مردم مقابله کنه. تعداد زیادی کتاب و اعلامیه‌های آقا رو خواهرزاده‌شون تو تهران و قزوین پخش کرد. این کارا فقط به ضرر خود دولت. نمیتونه جلوی آزادی‌خواهی مردم رو با این کارا بگیره. پس احتمالاً آقای رجایی واسه همین دستگیر کردن؟ بله، اگه دستگیر شده باشه به همین علته. خدا ازشون نگذره. هر کی صداش در میاد میریزن میگیرنش. من شنیدم دکتر شریعتی هم دستگیر کردن. تمام این دستگیری ها نشونه ضعف حکومت خواهر. وقتی یه حکومتی شروع به دستگیری گسترده مخالفان خودش میکنه، یعنی اون حکومت رو به زواله. حکومت شاه هم همینطور. به قول قدیمی‌ها دیر و زود داره، اما سوخت و سوز نداره. خب من معتقدم که سقوط شاه بسیار نزدیکه. انشالله. با اجازتون من برم شما حاضر کنم. شرمنده اسباب زحمت شدیم. نفرمایید. راستی آقا محمد جواد، کار پایان نامتون به کجا رسید؟ دارم با آقای مطهری در موردش صحبت میکنم. انشالله تو همین چند روز آینده ازش دفاع میکنم. به امید خدا. اکبر آقا، به نظرتون کی بریم تلفن کنیم؟ فکر کنم یکم دیرتر بشه بهتره. سلام رضا. سلام. خوبی؟ قربانه. من کارم تموم شد دیگه، دارم میرم خونه. چیزی دستگیرت شد؟ آره یه چیزایی پیدا کردم، ولی حالا فردا واسه توضیح میدم. باش، شبت بخیر. خسته نباشی. قربونت، خدافظ.